پشخان توی زمین های در واقع قلم تو ورزش اصلا الگویی داشتین؟ چون برجت کلاس و اینا که در واقع نبود و نمیدونم آموزشگاهی نبود و دانشکده علوم ارتباطات به این شکل نبود، اینا شما الگو داشتین برای خودتون کسی رو؟ روزی که من مثلا رفتم تو باشگاه توی دفتر کیهان ورزشی که به عنوان یک آدم از این به بعد اینجا کار داره بیاد تو این محیط، آقای دوری هم اونجا بود، یه مقداری حرف زدم، من نصیحت کردم صدرالدین حرف زد، دوری حرف زد، حسین دستگاه حرف زد، یک دو تا دیگه بودن اونا حرف زدن. بعد صدرالدین الهی گفتش که آقا جون تو همه کارات با این آدمه، حرف من به درد تو نمیخوری که، برو ببین این چی میگه، حرف اینو بفهم. ما وقتی اومدیم پیش آقای دوری، آقای دوری یه مقداری حرف زد و نصیحت کرد و چیز کرد و اینو، بعد گفتش که شنیدم دوره کیهان ورزشی رو داری، مال دو سال کیهان ورزشی اینجوری به هم چسبیده شده بود. گفتم آره دارم. گفت خیلی خوب، اینایی که اینه نوشته سر کلیشه، گفت اینا رو من نوشتم، گفت اینا رو بخون، اگه میخوام مدد راضی بشم مثل این بنویسم. عجب. بعد هم خودش هم اسمشو گذاشته بود کرمکشی. گفت اینا مطلب ننویسی هم کسی نمیفهمه، بنویسی هم کسی نمیفهمه، ولی کرمکشی تو خودتو راضی میکنه. یه چیزی زدی بعد اون طرف میگه این اکوزو فهمیده این چیه، این داره میگه معنیش چیه، مقصودش چیه، به هم میریزی طرفو، اینجوری بنویس که مردم به هم بریزی، نه اینی که بنویستت و ننویستت این شیر رو اذیت نکنه، این شیر رو به خودش نیاره. آدوری بود، آدوری وقتی که مثلا کار داشت با ما میگرفت، فوق‌العاده میخوند، یعنی اونجوری که مال شما رو میخوند مال منو نمیخوند، بعد دوباره میداد دستم، برو بشین کارتو بکن، دوباره بخون و ببین چیا باید سنگین باشه، چیا باید سبک باشه، چیا باید فشار بیاره بشه. الگو خوبی هم بود آقای دوری، خیلی الگو. من فکر کنم یه قهرمانایی رو یه جوری ساخت، خود اونا نفهمیدن مثلا تختی چیزی تختی شد. جدا آقای دوری خیلی نقش داشت یادتونه، یعنی سادم باورش نمیشه که، خب البته قهرمانایی که انتخاب میکرد بعد شایستگی این کارو میداشتن، مثلا پرویز قیلیش یه بار گذاشت مرد سال یادتونه، رو جوونم بود نمیرم، تختی رو گذاشت، موحد رو گذاشت و دیگه یه بارم یادم اینه، یا عدل بود یاد محتوانی رو برای بسکتبال گذاشته بودن، نمونه های خوب بود. آقای دوری به نظرم خوب جامعه رو میشناخت، فضای در واقع روزنامه نگاری اون موقع، روزنامه خیلی با ارزش بود، همین که شما میگین همه جمع میکردن که ورزشی رو. یه دونه نشریه ورزشی بودم که آموزشی و از ابتداش اهمیتش به خاطر این نبود که یه دونه بود، نه 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 یه دونه بود، ولی کن این یه دونه پر بود، درست بود، فرهنگش کامل بود. آره ما یاد میگرفتیم، یعنی یه چیزای تازه تری به ما میدادن اینا که آموزش تازه تر بود، یعنی ما دنبال این چیزای هر موقع که آموزشی رو میخوندی یا دنیای ورزش رو فرق نمیکنه، ولی یه لحنی این یه لحنی اون، همیشه هر وقت خوندی تو این چندین سالی که اینا بودن همیشه واسه خودش یه لقمه اضافه داشتی، چیزی که تو ذهن فرش خان تو ذهنم میمون تا الان مونده، اصلا برای ما اونجا بود، هیچ جای دیگه نداشتیم ما، رادیو و نمیدونم تلویزیون اینطوری ورزشی نبود که یه نشریه ورزشی که ورزشی اونم خوب مینوشت، درست هم مینوشت، انتقادها به جا بود، اگر قرار بود یکی مرد سال بشه بعد یکی میشد که شایستگی اجتماعیشو میداشت، نه آدمایی که نمیدونم همینطوری و علکی قهرمان شدن. و خیلی مهم بود وقتی مرد سال انتخاب میکرد، مثل فرانس فوتبال بود، یعنی مرد سال انتخاب خیلی مهم بود. میگم شما خیلی اونجاها رو گرفتین، خیلی به نظرم تو اون فضا خوب روش کردین، یا در واقع خودتون رو جا دادین تو فضا. نمیدونم دیگه، اینجا
من خودم نمیدونم. برای همین رفتین به سمت در واقع روزنامه مستقل خودتون اداره کردین، روزنامه های خیلی پرتیراژی رو درآوردین، خیلی موفقیت آمیز بود و خیلی هم تاثیرگذار بود. حالا تا برسیم به عصر دیجیتال و این داستان ها و تصاویر و این حرف ها. خیلی مهم بود برای اون آدم هایی که ما باشون کار میکنیم و نقش استاد و معلم رو برسه ما داشتن، آقای دوری، آقای بیمنش، آقای الهی، آقای اسداللهی، حتی منصور رئیسی. جدن؟ اون بیشتر فکر کردم مثلا تو کشتی مربیگری میکنه یا نه. کشتی میگرف یا حتی اینا برای خودشون لامصب نبودن توی کار. یه برنامه داشتن، یک مرامنامه داشتن، یه مانیفست کاملا شخصی داشتن که خیلی بهش پابند بودن، عدول نمی کردن ازش. عجیبه تو اون دوره آدم اینقدر در موقع منش درستی داشته باشه. بعضی این کارو نمی کنن دیگه، نمی دونی مثلا؟ نه، بعضی این کارو نمی کنن. مثلا ببخشینا، مثلا آقای دوری تا یا از بهمنش تا دوری اینا خب یه زمانایی بوده، اما دوری تاثیرگذاریش عجیب غریب بوده. یا خود آقا فکری نوشتنش خیلی مطلب نوشته بود. بله، آقا فکری نظر نوشتری از همه اینو قوی تر بود و گفتاری. اردش خان یه سخنرانی دانشگاه تهران کرد، نوبت بعدیش تختی بود. این اول سخنرانی دانشگاه تهران میذاشت دیگه از این سخنرانی ها. آقا فکری بود و تختی در رو باز کرده بود ببینه که آقا فکری چی میگه که این میخواد شروع کنه. خوب صحبت میکرد، همینطوری بدونه. آره خیلی خوب صحبت میکرد، بدون لفت قلم صحبت میکرد و ساده، ساده محاوره‌ای حرف میزد. آره خیلی اونم چیز بود، خیلی خوب نمونه بود. عجیبی بود هم تو مربیگری، مثلا آره آدم عجیبی هم تو معلمیش در واقع تو مدارس اینا، هم در واقع تو قلمش و نوشتاری و این حرفا. سخت بود دیگه، یعنی تو اون دوره هم با تیمسار در افتاد خسروانی که در واقع چی میگن درگیری قلبی بود یا حالا بیرم قدر، و هم که مطلب می نویش و با چه بدبختی در زیر زمین خونش، یادتونه شما تو لاله‌زار خونه اونجا در می آورد، خیلی جای عجب غریبی بود. یعنی این دوره ها رو در واقع مطبوعات ما طی کردن اومدن تا رسیدیم به الان. خب از آقای بهمنش یه میگفتن ایشون اولین نفر بوده که 1937 توی نیروی راستی نوشته مطلب ورزشی مثلا یا تو رادیو یه گزارش کوچیکی انجام داده آقای بهمنش، چون موقع هم گزارشگری ها نداشتیم، یه دو میدانی از پشت دادگستری شروع میشد، 1000 متر میدویدن و بهش گفتن برو یه دونه گزارش در واقع بیار. این بار ستا با میکروفون رفت، بعد رفت مونتاژ کرد 2 دقیقه گزارش، گفتم خودت بخون. 7 صبح بود خودش خوند که از اینجا گزارشگری شروع شد. یعنی اصلا آقای بهمنش اینطوری رفت که هیچ گزارشگری دوره ندیده بود در ایران، ما هم ندیدیم. همینطوری الگو ما کی بود؟ آقای بهمنش. هر چی اون میگفت ما انجام میدادیم. اونم در واقع واجبندی های قشنگی داشت، واجبندی های محترمی داشت و یه چیز نوعی میگفت. بعدش خواهی یادتونه؟ بله. مثلا یادم تو فوتبال من تا نشیدم دیگه توپو بازیکن میگرفت حرکت میگفت آهنگ دروازه کرد. خیلی قشنگه این جمله. آقای خدابخشیان اومد یه خود فضا رو شکست، یه خورده با گزارش مدرن اومد، گوشی گوینده انگلیسی تو گوشش، همه چیز زنده گوش میکرد، انگلیسیش هم خیلی خوب بود و اونا رو از زبان خودش میگفت، یه خود جایگاه آقای بهمنش رو در واقع گرفت. بعد روشنزاده اومد و دیگه همین نسل ها همینطوری اومدن. محمد ایلان را میشه اضافه کرد قبل از انقلاب به گزارشگرهای والیبال، یادتونه؟ بله. آره محمد هم اونطوری بود. اما توی کشتی خود بهمنه شروع کرد، عدش خان شما یادتونه؟ بله. چی شد اصلا گزارشگر کشتی شد؟ داستانشو نمیدونی؟ میخوام ببینم خودش خواسته یا کسی بهش گفته. اما برجت یه آغاز خیلی خیلی تاثیرگذار بود، ساخت یه تاریخ گزارشگری ساخت
برای ایران رو کشتیش واقعا میخواست کشتی ما یه همچین بله. تبلیغی رو یه همچین صدایی رو یه همچین گزارشی رو که بتونه بعدم واجبندی های درست و در واقع میگم نو بود حرفاش یه خورده تو کشتی اینا شما موقع گوش میکردین گزارش های کشتی رو حالا با در واقع انتشار دنیای ورزش چقدر تغییر کرد خواننده های کام ورزشی یا روزنامه های دیگه دنیای ورزش رنگی اومد فوتبالیست ها رو رنگی عکسشون رو مینداخت خب بیژن رفیعی هم یه تیم قوی با خودش آورده بود بله بیژن رفیعی یه تیم قوی آورده بود و بعد یه الگوی مشخص به سلیقه نو شده هم مردم هم روزنامه ها در بیرون از ایران توجه داشت روزنامه دنیای ورزش خیلی خوب گرته برداری کرده بود از روزنامه های شوت و مچ بله دقیقا شوت بیشتر بود خوبم جواب گرفت یعنی خوب جواب گرفت چهار شماره اول یادم میکرد عکس کارو حق بدیان و رنگی انداخت اونها چقدر برای ما جذاب بود بله. رنگی و گرفت کنه از رنگ خیلی خوب استفاده کرده خوب از خبر کوتاه خیلی خوب استفاده دقیقا کرده. صفحات خوبی رو داشتن مثلا هر نویسه مثلا پرویز زاهدی یه صفحه داشت بله. نمیدونم بقیه یه دونه داشتن هر کدوم اینطوری بودن خوب بود به نظر من اون دوره تاثیر خودش رو گذاشته بود و مرد سال انتخاب نیاز زمانه بود دیگه آره جوابم گرفت از اونا اگه میخواست مثلا بمونه نیاد کنان ورزشی هم خیلی از گام های بعدیش رو بر نمیداشت بله اصلا یه رقابتی ایجاد کرد که به نفع جامعه شد به نفع ورزش شد اصلا بله. تو این روزنامه هایی که داشتین شاگرداتون کیا بودن؟ الان هستن اصلا دووم آوردن تو این کار تو این شغل کم نیستن زیادن و خوبم هستن از ماها از خود ماها که بهترن مثلا عادل فردوسی بله من خواستم بگم اون مثلا خیلی جلوه خوبه اون چیزی که فکر میکردین شما به نظرم در واقع تو عادل میشه پیدا کرد بچه تحصیل کرده با فرهنگ و خودش هم بچه خوب و انسان و بله. کارش هم خیلی موفق بوده یه نفر بود که خودش نمی نوشت ولی خودش می گفت هنریک تمرز خیلی 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 خوب وزن برداری رو مثلا تعریف می کرد آره سوژه رو می شناخت سوژه رو می شناخت نمیتوش بنویس ولی نمیتوش آره چیه خدا بیامرزتش نوشتن به مشکل برمی خورد ولی تو گفتن و تو گویش فوق‌العاده بود چون اصل کار رو میشناخت آره خوب هم رشته خودشو میفهمید دیگه بالاخره ما قدیما یه حسین احساری داشتیم کشتی که مینوشت کیف میکردیم الان ماشالله جوانات خوب مینویسن راجع به حتی کشتی عدش خان بله تورش خان هم یه دوره کشتی مینوشت برای شما تورش اصلا شروعش با کشتی بود ده؟ بله من فکر کردم بسکت با مش بسکت نه شروعش با کشتی بسکت با اونقدر کشش نداشت که یک نفر رو مسئولش کنی حاشیه این کار میکردی اونم بروس چند تا رشته رو میدادی آره. بهش آره دوچرخه سواری اون موقع مثلا آقای دستگاه شنو و اینا رو شیرجه و اینا رو خوب بینوش که آورسی شنو شیرجه اصلا رشته ها موندن چون خبرنگار داشتن برای همه رشته ها ما همه چیز رو خودمون یاد گرفتیم کسی به ما چیزی یاد نداد اولین دوره کلاس مربیگری فوتبال سال 47 بود رایکوف که اومد تا سال 47 خبری از آموزش و یاد دادن و دنبال کردن و بعد پیگیری کردن نبود که من میخواستم چیزی یاد بگیرم با این جواد آشورزاده میرفتیم امجدیه زمین شماره یک امجدیه میشستیم تیمای مختلفی از اروپای شرقی از چکسلواکی
لهستان، یوگسلاوی، حتی رومانی و اینا میامد، حتی رومانی و اینا آخر سرا اینا میمدن توی تمرین میکردن. تمرین اینا کلاس درس ما بود. جالبه. من و جواد آسوزاده دوتایی با هم دیگه میرفتیم تمرین یاد بگیریم. خب حالا مثلا حسن حبیبی اگه میخواست فوتبال یاد بگیره باید از کی یاد میگیره؟ کسی نبود که، از خود حسن حبیبی. حسن حبیبی هم یه جایی رو داشته، به اون نگاه میکرده، به خودش نگاه میکرده، به اون نگاه میکرده، به خودش نگاه میکرده، به هم تطبیق میکرده، یه چیز دیگه درست میکرده میشده. نتیجتاً گاهی که ما یادگیری خود ما ابناش میشد، اونایی که به اصطلاح با ما کار میکردن، اونا هم معیوب میشدن، اونا هم ناقص میشدن، لط میخوردن. کلاس مثلا دفمن کرامه رو گذاشتن کلاس سه ماه. اون کلاس اصلا فوتبال دنیا رو عوض کرد، نه فقط آلمانو. خب ما را نهیدن تو اون کلاس. شش دوره قهرمان جوانان تهران شدیم. عجیبه شما نبودین و من اصلا خیلی برام عجیب. لا نمیدونم با ما. چرا؟ مثلا امیرخان بود وقت امیرخان بود. خیلی فرامرزی بود، رجب فرامرزی هم بود. شما چطور شما رو را نهیدن؟ اصلا خیلی عجیبه برام. فدراسیون باید یه خود به نفعشون بود. فدراسیون ها همیشه کار خودشون رو میکرد. برای جوان ها کار میکردی خیلی تازه بهتر بودینم. چی کدوم بازیکنات علیش خان براتون بازیکن شدن به نظرتون رسیدن به جایگاهی که شما فکر میکردین؟ هدایت رسید، بهتش رسید، فداکار رسید، زاکری با اینکه خیلی زود رفت بازی کنار. آره خیلی رسید. زود رفت، خیلی زود رفت. محسن یوسفی هم زود رفت. محسن یوسفی رسید. احمد سنجری. احمد سنجری. دیگه حافظ تاونی دیگه. گلرها تقریبا همه تازه شما گلر چهاره میتونم شاپرست هم داشتی این تیم ملی نوجوان ها یادتون یه گل بد خوب از عراق توی 40 متری اونم خوب گلری بود نمیدونم چی شد اصلا یه حالیه یا اون گل هر کی بخوره باید بده آره راضی بودین از شاگرد و بچه ها اینه که شدن بله آره الان اشکا یه خود راجع فوتبال الان چجوریه وضعیت ما به نظرتون کجا قرار داریم؟ چه جوری هستیم؟ 8 تا جام جهانی میریم، خیلی هم خوبه. با اسپانیا خوب بازی میکنیم، با پرتغال خوب بازی میکنیم، به انگلیس میبازیم، ولز رو میزنیم. یه همچین وضعیتیه. چطور شما رشدی رو توش میبینید یا امیدوار هستیم بهش؟ بهشون امید بستن. یه خوده زیادشونه؟ تو آب هونکو زدنه و با جوری هم هستن که لیاقت تبدیل شدن به بهترین های زمانه را هم دارن تک تک بازیکن های خوب بیشتر از گذشته هستن بله ببین فاصله چیه جانگیر تو خودت بازی کردی با رایکوف هم کار کردی با جگیش هم کار کردی با تمام مربی های خوب ایرانی هم تو اون دوره کار کردی یا تیم ملی یا منصف چجوری بود؟ رایکوف کجا بود؟ اونا دیگه کجا بودن؟ کسی که از زیر دست رایکوف میاد بیرون کجا قرار میگیره؟ واقعا درست بله اینجوری نیست این بچه ها مقصر باشن اینجوریه که آدم های مسئولیت باروری اینا رو دارن بر عهده باید شکل بدن به اینها باید به اینها یه چیزهایی بدن که اون چیزه اصل کاره هیچ اسم خاصی هم نداره یه چیزیه که شما داری
مسعود آذری داره، فرهنگ صادقپور نداره. از همه بیشتر زحمت میکشه، از همه بیشتر صاف و صادقه، از همه بهتر با توپ ور میره، ولی اون چیزه رو نداره. یه کمبودی تو کارش هست. ما فوتبال ما از این ناچیزی ها خیلی داره. آنا نیستشون، یه آنی باید باشه. آن کم داره. اگه آن داشتن، ما تیم خیلی خوبی میداشتیم. مربیامون هم باید مربیای متفاوتی بشن. جعفر کاشانی به برانکو یه چیزی میگفت، عمق نگاهش رو باید گیر آورد و نگاه کرد و باش موافقت یا مخالفت کرد. کمک میکنه به پیدا کردن یه راستای مگو. میگفتش که مربی تیم شاهین فرق میکنه، مربی تیم پرسپولیس فرق میکنه. شما میتونی تا 6 سال با این تیم مربی قهرمان بشی، ولی سال هفتم دیگه نمیتونی هم پای اونا بدی. خودت این رو ساختی آوردی تا اینجا. ولی خودت دیگه عقب موندی. ولی به یه سطح میرسن دیگه چیزی نداره بگه مربی به این بازی کنم. ما الان اونجوری هست. الان مربی ایرانی هم آوردن تیم ملی، الان همینه داستانش دیگه. یعنی مشکلش هم همینه. حالا این سوال معمولی رو هم خدمتتون بگم. واقعا هنوز موافقین که مربی خارجی بهتر برای ما تا ایرانی؟ مربی خارجی ایرانی را اصلا به نظر من یک برداشت گنگ و اشتباهه. مربی و مربی خوب و مربی بد. مربی وقتی خوب نباشه از هر جای دنیا بیاد خوب نیست. وقتی خوب باشه خوبه. این که چون ایرانیه بده، چون ایرانیه خوبه، این به این دلیل حرف نادرستیه. بله. نه، من بیشتر منظورم این بود که به هر جهت داشتهایی که با خودشون مربی خارجی میارن جدیدتر و نوتر و بهتر و به روزتر هست. مربیای خارجی میارن. بله. خب خیلی تاثیر میذاره اینا. شما حساب کنی که 17 سال توی بوندسلیگا فوتبال بازی کنی یا 17 سال توی لیگ برتر ایران، 17 سال توی سری آ بازی کنی. بله، همین تفاوت‌ها ایجاد می‌کنه دیگه. بعد میشه مربی خارجی، دورش هم دیده، فوتبال هم بازی کرده، بازیکن برجسته هم بوده، فوتبال منظمی با سیستم آلمانی کار کرده، طبیعتاً بهتره بر ما برای این قضیه. حتی تو والیبالمون هم همین اتفاق افتاده الان. بله. یعنی آدم میبینه خود مربی ایرانی که مربی خوبی است در واقع اذعان داره که این قضیه وجود داره. آره، وقتی ولاسکو میاد اونجا رو نیمکت یه تأثیری دیگه داره، در واقع یه کاراکتر دیگه از ایران میده، دوربینا یه جوری دیگه متمرکز میشن رو ما و حتی رسانه ها رو ما یه جوری دیگه زوم میکنن. و خب طبیعیه با یه مربی داخلی که مربی خوبی هم هست، اون گروه قبلی والیبالیستای ما نمیتونستن بسازن. چیزی یاد نمیگیرن، میگن ما چیزی نمیگیم. یهو با هم دست جمعی تصمیم میگیرن تیم ملی نره مثلا. خب میارن یه سری جوانتر تا اینا بیان جا بیفته. اینا زیانشو جامعه میبینه، زیانشو در واقع مردمی که تحقیر میشن میبینن. اون مردم تمام خواستای خودشونو تو موفقیت های قهرمان ها میبینن. یه کشتیگی میره طلا میگیره یزدانی، یالو یادش میره قسط داره و یادش میره حقوقش کمه و یادش میره گوش گرون شده و یادش میره که این مسئله. یه جوری اینا رو جبران شده میبینه برای خودش. اینا خیلی مهمه، قهرمانا برای همین مهمن. یعنی آقای کارشناسی از میگه آقا برای چی میرین فوتبال بازی میکنین، انقدر پول میگیرین و خوش به حالتون میشه و نمیخوایم ما. خب جهنم که تو نمیخواد، مردم میخواد. نمیفهمه غرور ملی یعنی چی.
نمیفهمه چه سرمایه‌ایه، نمیفهمه که در واقع این مدال طلا رو سکو رفتن و پرچم و سرود اینا چه تأثیری تو روحیه جامعه داره، چه تنوعی در جامعه ایجاد می‌کنه. مهمتر از اون اینه باید بفهمن که پشت هر برد، پشت هر پیروزی چه غنایمی وجود داره. یه جامعه پیروزمند، یه جامعه ای که رفته 6 تا از انگلستان نخورده، سف سف در آورده، چه تأثیری میذاره تو روی مردم؟ چقدر مردم رو تو همه زمینه های مربوط به کارشون تبدیل میکنه به آدم های قدیتر. خوش آره، خوشبینی ایجاد میکنه در جامعه. با وجود تمام گرونی ها و نمیدونم این کمبود ها و این داستان ها و فلان، شما نمی چه خوشبینی ایجاد میکنه. وقتی یزدانی میره رو تشک فینال، همه میدونن میبره و هیچکی نمیتونه بپذیره این به تایلور آمریکایی ببازه. نمیپذیره، نپذیرفتن، برای همین سال بعدش رفت جهانی زدش مثلا. و مشکلی دیگه الان استقلال پرسپولیس چه وضعیتی؟ این میاد انقدر پول میخوره میره، اون میاد انقدر میرن، 6 ماه پول هم برمیدارن میرن، کسی هم نیست جلوشونو بگیره، هیچکی واقعا. یا خود توی مدیریت ها حدش ما در واقع ضعیف هستیم، مدیریت های کلانمون ما ضعیف هستیم، باید اینا درست بشه واقعا و به نفع ورزش میشه. ما خیلی دوست داشتیم با شما بشینیم 7-8 ساعت یه روز باید بیان بشینیم اینو در واقع مکتوبش کنیم، یه کتاب در بریم. واقعا دارم میگم، نه که امیتوی تار دیگه، آقای فیض گفتن امروز اینطوری من در خدمت شما باشم و یه خود با هم در واقع باز از همون درس ها از شما بگیریم، یاد بگیریم. من خیلی توی در واقع روزنامه نگاری نبیام بغل دستتون بشینم، مطالب شما رو خوندم و میخونم، دنبال میکنم. یه دوره با هم کار کردیم، دانش ورزش 10 سالی با هم میدادین و در واقع منم زود میخوندم که یاد بگیرم. خیلی چیزا یاد گرفتیم از شما، انصافا دارم میگم، هم تو فوتبالش، هم تو در واقع روزنامه‌نگاریش، هم تو تلویزیونش، هم تو رادیو. خیلی خوشحالم امروز که در خدمت شما بودم، تونستیم یک برشی از کوچیک، یه برش کوچیکی از تاریخ ورزشی شما رو در واقع صحبت کنیم. امیدوارم که باز هم این مسئله پیش بیاد، در واقع یک فیلمی بگیریم، یادگاری بمونه برای نسل‌های بعد که ببینن آقای لاریدی چقدر زحمت کشیده، چه جدی رسیده به کجا. من فقط پیاده روی های شما یادم از کجا تا کجا پیاده روی کردیم، به خصوص از امجدیه که اومدیم بیرون، نمیدونم تا اسکندری میرفتی خیابون است که همون گلشن دیگه، آره مثلا تا اونجا میرفت. اینا رو من هیچ‌وقت یادم. خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم، خیلی باز هم استفاده کردیم و امیدوارم که سایت همیشه بالا سر همه ما باشه و سلامت بتونیم همچنان تلماس کنیم از شما. خواهش میکنم، شما بزرگ یه بر شنه که موفق باشید، معید باشید. خواهش میکنم.